سلام بنده دادم به چنل من، خوش اومدید. مرسی که ما رو سابسکرایب میکنین. مثل همیشه که بریم قسمت رو ببینیم. برنده خوشت میاد مفت بهم بدی. آره برنده قبلی این کامنت هستن و این هم پیش واریزیشون مبارکشون باشه. بریم قسمت رو ببینیم، امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم. سلام به چنل من، خوش اومدید. ما بنده دادم اولی قسمت دیگه. چرا مری شد؟ اومدیم با یه بازی جذاب. بازی نیست در واقع. آره بازی نیست، یه سری فکت هاییه که در واقع پسرها یا نمیخوان ما بدونیم، یا اینکه چیزایی که در مورد پسرهاست و نمیخوایم ما دخترها بدونن اینا رو در مورد تو تنهاییشون انجام میدن. ما میخوایم لو بدیم. حالا سوالا رو مارتا میکنه و میگم آیا فکت یا نیست. بله جه. سوال اول، اگر ترس دوست دخترتون نبود خیانت میکردید؟ سپانه دوش اینقدرم زود برای قدمش رو تایید کنی، یکم فکر کنی. آره واقعا فکر کنم حتی وقتی که عاشقن به خاطر اینکه مثلا میخوان طرف از دست ندن و اینا یه وقت نفهمه، یعنی اگه بدونن نمیفهمه فکر کنم خیانت اوکی باشه برشون، ولی خب چون همیشه ترس میدونن یه روزی نکنه بفهمه خب خیانت نمی کنه. درسته. اگه واقع بین باشیم اینه، اگه شما بخوای من چرت و پرت بگم پاشم نه، شما واقعی باش، خودت باش. نمیذارن آقا، نمیذارن. جالب نیست، خیلی عجیبه. عجیبه واقعا. میدونم آقا، اگه ببخشیده واقعا شرمنده تون شده. اگه تو رابطه با کسی باشید که خیلی دوستش داشته باشید، برای دوستاتون تعریف میکنی جزئیات رابطتون؟ نه اگه یکی رو خیلی دوست داشته باشیم نه، ولی اگه مثلا فقط بخوام یه برنامه با هم داشته باشیم و با هم میفهم تو با این داستانو بله میگیم، ولی آره اونی که دوست داریم ما هیچ وقت به سر نمیگم. اوکی تو چقدر دارک. نه همچنم دارکشم و نمیم چون با یه سوال دیگه باشی کردم. ببخشید آقا، این راسته که میگن تو چت پسرا علکی احساسات خودشون نشون میدن. دست از سرم بردار، من مریضم، من کم خونی دارم. ببین مثلا میگم آقا ما خیلی دارکت کردم. آره زرم مفامت دارکت میکنم. آره این در واقع یعنی به یه برمون هم نیست حقیقتا، اصلا برای اون مهم نیست مثلا امروز روز بدی داشتی یا روز خوبی داشتی یا مثلا با دختر عمت بحثت شده. میدونی این چیزا خیلی اصلا کلا جزئیات خیلی برای پسرا مهم نیست، بیشتر کلیات رو مد نظرشون. آه پسرا ممکنه مثلا تو چت ایموجی های خیلی عجیب ببینیم، مثلا اونجای خنده هست که داری آره ما نمیخندیم اونو، یا اونی که مثلا قلب ملک میدیم و اینا، یا میگیم این مظلومه که آره وای خیلی ناراحت شدم بیبی فلان اینا، اون همه ازدار مفتده اما ناراحت نمیشه. ما در واقع بیشتر به فکر اینیم که خب شما اینجا میتونم بگم چقدر دارک. آره اینجا جاشه شما چی کار کنم برم و بچه ها مثلا سام نویس چی بزنم به فکر ما اینه، ولی داریم تایپ میکنیم که عزیزم واقعا شرایط سختی داره ما درکت میکنم بیمه رو چجوری من بخط آره ولی تو فکر آره اینه که بیمه رو چی کار کنم برم پول فلانی رو چی کار کنم. نرو مریم میدونی عاشق چشماتم. ببخشید پسر رو بزم عدای خیانت کردن در میاد تا حرص طرف مقابلتون رو. آره وقتی که من که دارم عمل رو همه از راه به مردم میگم، خب این برعکسش هم برای رو باشه، برای برنامه داشته باشیم که دختر ها یعنی بله حمایتی بله. من آبروتون رو نمیبرم، خیالتون رو هست ولی من میبرم. یکم من رو بشناسید میفهمید من آدم توداری هم و چیزی رو نمیگم. چرا بد، ولی من آدم صادقی هستم، اصلا بنداد صادقه معروفه. آقا خوب شده من عبد هستم محمد صادق شمیدنسی چهره رو خیلی خوب ادامه میدیم. سوال چی بود؟ آره ببین این چیزی که میگم کلی ها همه پسرها اینجوری نیستن، ولی خب آره من دیدم پسرهایی که
خیانت نمی کنن، یاد نشسته تو خونه، ولی یه جوری علا در میاد که مثلا نگرانش چه طرف یا مثلا نمیدونم شدم دیوونه یه چی چیز آخرش چم میکنم یه رسه چیز میکنی. خب آقا سوال بعدی بفرمایید. وقتی دوست دخترتون با رفیقتون ریخته رو هم با شما، رفیقتون با شما هماهنگه؟ اکثر مواقع بله. جدی میگم اکثر مواقع اینجوریه که پسرها میگن به هم و پسرها اصلا کمتر به رفیقاشون خیانت میکنن، با هم هماهنگ میکنن، به داخل یه سفره پره میگن دوباره آفرین. پسرها خیلی خوبه. آره فکرتر، یعنی دختر فکر میکنه که دور زده پسره رو، به اینکه داره الان با دوستش ریخته رو هم و اینا، و در واقع عشق و حال سنگین پسر کاملا در جریان. میگم اگه دوستش داشته باشه طرفو چیز نمیکنه، میرینه به دختره. آره خودش میرینه به دختره و اینا. اگه دوستش داشته باشه میگه داشت بزنیم دوره همین دیگه اینجوری. خب بابا این چه سواله، ولی نشون هم نمیدم، ولی نشون هم نمیدم، اصلا برم بخونم حتی برم بخون. بابا میگه وقتی سر پا چیز میکنی شکل میکشید باش، خیلی کارهای مختلف میکنی وقتی با سر پا نقاشی میکشید، تیراندازی، نشونه گیری، هدف گیری. یا نه واقعا متاسفم، عجیبه عجیبه. حوصله همون سر میره دیگه، داداش حوصله سر میره، یه کار دیگه بگو، کتاب بخون، فیلم ببین. پس حتی شاشیدن چجوری کتاب بخونم؟ بذار عجیب نیست چی بگم بالا دیگه، 30 سال این که تو امکانات کم ستاره بشیم میفهمم داداش، میفهمم علی، میفهمم. آبا پسرا صداشون رو تو وایس کلوفت میکنمشون بیبی، بعضی ها 50% آره مثلا اگزاجره دیگه، اگزاجره میکنم که چی؟ من الان جیم بودم. آه چیه امشب داری؟ بشیم بچینیم با هم فلان کنیم، دوستای خود تو دوستای خوب اصلا مرده بیا. آه این جمله رو میگن باید این سری برعکسش کنید، دختر رو پسر بگید عکس دوستتو بده ببینم. تو منظور چیه؟ با تو هم میگم منظور چیه؟ اصلا برعکس رفتار کنید. چه خبرتونه دختر؟ آقا چرا باید یه پسر اصلا تو آخه چیه؟ مثلا کی هستی که میگی مثلا عکس دوستتو بده؟ مثلا مردم چرا انقدر مادی شدن؟ بابا جون تو که نمیخوایم بگیریم. دوست برای دوستشون میخوان، چون دوستش باهره چیه؟ اول عکسمونو بده، عکسمونو بده اگه فکر چون آدمای باهره میام و تک خور نیستم، مثلا میگم مثلا بعد معمولا دوستامو خیلی اصرار میکنن حاجی بگوش، حاجی بگو دوستشو بفرسته، من میزنن تو کلیه کرده تو سراخ بگم بگو اینا پلا اینا. آره آقا بعد دیت اگزاجره رفتار میکنید چه دوستاتون که مثلا بگید آره من با دختر الان فعلا میزنم؟ آره 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 همه نه. ببین یه چیزی بگم، این خیلی ربط داره به سن و سال، یعنی وقتی که کوچولوتری خب سن دوست داری به تعریف کنم بگی داشت به جیش میکنی شکل و اشکال میشه، اگه سن دو سالت رفت داره چه رفت، اگه سن دو سالت داری میبینی مرد 30 سالت داره میشه خیشه. نه ولی جدی وقتی مثلا کوچیکتری خب مثلا دوست داری بگی فلان کار کردم اینا چیزه، ولی بعد از یه تایم مثلا برد مهم نیست یا بیاد بگی من دیت اول این کار کردم یا نکردم، سن از یه جایی به بعد میره بالاتر دیگه هیچ چیزی برات مهم نیست اونقدر، خیلی خوب هیجان نداری روش. سوال بعدی، آقا پسرا کثیفن؟ نه نه اصلا. ببین ببین که خب خیلی بعضی آدم هم هستن بعضی آدم هم نیستن، پسر دختر هم خب، ولی کلا اینجوریه که پسرها خب چون فعالیت زیاد دارن و خب هورمون مردونه اینجوریه که تستوسترون اینا ترشح میشه، خب عرق میکنه بو میگیره یا پاشون بو میگیره و اینا به خاطر فعالیت زیاده، که خب اکثر پسرها که من دیدم همشون اینجوریه که هر روز میرن همون، برعکس شلخته هستید باشید کثیف نباشید. آره بعد اینجوری یه چیزی که هست اینه که
دخترم مثلا همون موقعی که یارو از سر کار اومده میبینتش، یا حالا مثلا فوتبال بوده، ورزش بوده، خب موقع بو میده آدم دیگه، دخترم باشه انقدر فعالیت کنه بو میده، خب بعد میره همون تمیز میشه. بله میفهمم. نه منظورم کسی بینه ذاتن الله انسان ذاتن سفید آقای زیاد چرکم نه اینجوری هن یا نه سوال. ببین پسرم کلن خیلی جزئیات سرشون مهم نیست، یعنی تو حتی خونه داریشون هم نگاه کنی مثلا نمیرن چیزای ریز و تمیز کنن. حالا خب پسرا شکستشی و چند موعد میفهم، یعنی اون دردش رو چند موعد اسم میکنن. آره برعکس دخترا. آره پسرا اینجوری هن که اولش چی تموم میشه میگن آه آخ جون راحت شدیم بریم اشوال بتره کنیم بچه برنامه چیه کجا بریم کجا بریم فلان اینا، بگیم به دوستاتون بگیم که دوستاتشون رو بیارن، ولی بعد دو سه ماه وارد یه مرحله عجیب میشن. چه گوی خوردم اینجوری میشن که عجب گوی خوردم وای من اینا رو اصلا دوست داشتم. گو هم بخورید فایده نداره. حتی موقع اینکه مثلا چه میدونم میرن خیانت میکننم اوکی نیستن با این موضوع و همش عذاب وجدان دارن، دلشون برای اون آدم تنگ میشه. بعدن هم یه سگ پشیمون میشه معمولا بعد چند ماه دو سه ماه اینا. حرفای دوستات تو رابطه تاثیر میذاره؟ اصلا ما واقعا حرفای دوستان برای مهم نیست، یعنی یه اعتماد به نفس خاصی در برابر دوستامون داریم. یعنی مثلا میگن فلان دختر چیه رفتی باش، میگه داداش تو خودت این هن میمونی فلان، اینجوری بحثا این شکلی میشه، بحثا اینجوری نمیشه که چیزه. هم توی رابطه اینجوری، هم اینکه اصلا کلا هر جوری یارو بخواد خراب کنه ما بدتر خرابش میکنیم و هیچ کس هم از هیچ کس ناراحت نمیشه. خدایی یه چیزی که پسر داره اینه که جنبهشون باله سکته کرده. در مقابل هم دیگه سایش مهمی هم دیگه رو از رو هم رد میشن، همیگه کتک میزنن له میکنن، مثلا انواع اصلا شکنجه ها رو میدهش میتوش ببخشید و بعد اون یکی هم میبخشه و همه چی اوکی میشه دوام میشه میده. پسرا تو خونه تنها باشن لخت میگردن؟ بچه بریم یه ووله ببینیم بیام، چون خیلی دیگه داره واقعا داره گندشو در میاد. نمیتون به همه چیز روی پسر سوالای من نیست، سوالا من به اینا رو نمیدونشت. برگشتیم با سید عزیزم، سوال ما رو جواب سوالی بود که بچه خونه تو خونه تنها باشن پسر لخت میگردن؟ من نمیگردم، یه سری ها ولی میدونم میگردن، یه سری ها اوکی هم که لخت بگردن، ولی آخه لخت حسه بدی نمیده. چرا من خودم اینجوری هم که یه جوری اصلا چندشه وقتی هیچی تنت نباشه. ببین مثلا برای یه مدت تایم کم مثلا بعد همون میای اوکیه، تا یه تایمی مثلا دو دقیقه سه دقیقه حالا شاید بیشتر دو دقیقه مثلا هفت هشت روزه نه ولی جدی نه تا یه ساعت نیم ساعت نه اوکی، ولی دیگه بعدش یه حالتی که یه جوری. تا حالا لخ رفتی دستشویی بلا تکلیفی یه جوری یا یه چیزی کم؟ نه یه بلا تکلیف یه چیزی کم هم مشکلی وجود داره؟ نمیدونم بچه ها بردارم پل کنی بریم سوال بعدی. پسر رو دوستای دخترتون که راش میزنید یا نه؟ رو دوستای دخترم؟ دوستای معمولی دخترتون خیلی بستگی داره این داستان، خیلی بستگی داره. اگه تنها آخه بعضیا ببخشید یه نظریه‌ای دارم میگن هر دختری با هر پسر دوستا قطعا نه خیلی بستگی داره به نوع رابطه و اینکه خب اصلا چجوری آشنا شدین، چجوری چه فازی داشتین ما هم آشنا. اولش ممکنه که کراش بزنی و ببینی اصلا نه به در هم نمیخورین و همونجوری دوستی تو نگه داری. یه مدل دیگه هست اینه که وقتایی که تنهایی معمولا پسرها اینه یه عقاب دوست معمولی میمونن که خب بیا خب حالا یا کات میکنه فلان اینا که حالا بعد ما میزنیمش.
یعنی وقتی که خود پسر دوست دختر داره و اینا، یا حالا زن داره نمیشه. آره نمیشه دیگه. آره خیلی به این داستان بستگی داره. پسرها برای دوست دخترشون دعوای خیالی تعریف میکنن، یه چاک خوب. آره 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 وای این کار پسرها یکی از بامزه‌ترین کارشونه. فهمیدم اون بیشتر کردن. این چیز باز بگم این همه چیزه، ولی خب دوست دارم پسرها پارتنرشون اینا رو قوی ببینه. یعنی حتی مثلا نگاه کنی سن بالاتره ها اون میرسن باباها با بزرگا میره دارن اینجوری که آره آره سرم تو دل یه لشکر خانم و اینو برای اون کسی که خیلی دوست دارن مثلا خواهم بهش تکیه کنه من داری خود میرسی من بتمنم ای زکریا ای رازی روحت شاد ولی مار گاییدی بابا مثلا تعجب من آره این فازه اگر اینجوری نبرده میکنم که این حرف ادامه میدادی داشت دستگی کنه چرا او سکول باشی یه رو ادامه میده دیگه. آره مثلا 12 نفر رو من با یه پا زدم تازه دست و پامو بسته بودن اون تلا بسته بودن. باشه ما اوکی، ولی اگه بخواید باطنشون رو در نظر بگیری این کار رو میکنن که اون واقعا میگم اون پارتنرشون حس امنیت کنه کنارشون. میفهم فقط اگه واقعا دعوا پیش بیاد خیلی بد میشه. سوال بعدی یاده خاطره افتادی؟ نه 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 واقعا نه تصور داشتم. خیلی بد میشه. آقا سوال آخرین بفرمایید. چون که پسرها پول ندارن دیتو کنسل میکنن. شده برای بعدا. ببین پسر دوست دارن که کلن واقعا چون اینجوریه همیشه بالاخره پسر باید یه پولی تو جیبش باشه. بله. هر بیرونی که میره پسر باید هر چون این پولی کمتر باشه تو سعی میکنی کمتر بگیری. اتحاد به نفس هم یه پایین تر سعی میکنی کمتر بگیری چون دوست میدونی دوست هم نداری به دختر بگی ندارم الان. طبیعه با مثلا خجالت میکشی که اینو بگی، ترجیح میدی که قرار تو کنسل کنی. ولی خب همیشه یه جوری رفتار میکنم پسر که انگار 10 میلیارد توی کارتشون دارن. ایشالله که جیبتون پرپول بشه، لبتون خندون بشه. ایشالله هیچ پسری به خاطر اینکه پول نداره نه رابطهش به هم بخوره و نه اینکه دیتش رو کنسل کنه. بابا هر جور میتونی بابا خودت بکنم بودم کردی ما تو سازش میکنم. ولی جدی جدی گفتم ما اصلا شد بچه ها بیاد از خودتون بیرون. اوکیه ایشالله ولی جدی جیبتون پرپول باشه همیشه. اشغال سنگین بکنید، اشغال زیاد. و برنامه ما هم تموم شد. یه قسمت دیگه بعد از این براتون آپلود میشه تو چنل ونداد. همین فقط برعکسش. آقا دخترا چه کاریو تو تنهایی هم پته دخترا رو ریزم رو همون جوری که پته پسرا رو با صداقت زیاد ریزم رو پته دخترا. آره اونجا من میام براتون توضیح میدم تجربه میکنم یا تایید. خب سابسکرایب یادتون نره، لایک کامنت و میسپرمتون به خدای بزرگ، به خدای منان تا خدا از مشکل این بود. یا الله بخندید تا قلبی سالم داشته باشید و فشار خونی متعادل.